همه چیز در مورد عادت. در سال 1973 روانشناس رشد والتر میشل تقریبا به طور تصادفی یکی از مشهورترین آزمایش‌های قرن را انجام داد. او چند کودک رو در اتاق جمع کرد و به هر یک از اونها یه مارشمالو داد. بعد به کودکان گفت که مجبور اتاق رو ترک کنه، اما اگه تا زمان برگشتن اون مارشمالو رو نخورن به عنوان جایزه به اونها دوتا مارشمالو میده. مدتی که خارج از اتاق بود رفتار کودکان رو تحت نظر داشت. آیا اونا میتونستن برای دستیابی به جایزه‌ای بزرگتر صبر کنن و لذت خودشون رو به تعویق بندازن؟ یا به محض اینکه بر اونها نظارتی نباشه تسلیم وسوسه های خودشون میشن؟ حدود یک سوم کودکان به محض اینکه میشل اتاق رو ترک کرد فوراً مارشمالوی خودشون رو خوردن. یک سوم دیگه مدتی صبر کردن اما در نهایت مارشمالو رو خوردن. یک سوم باقی مونده تمام 15 دقیقه رو منتظر موندن که بیشک برای کودکی که شیرینی روبروشه زمان زیادی به حساب میاد. اون زمان روانشناسا بر این باور بودن که نیروی اراده چیزی ذاتی و غیر قابل تغییره، اما این موضوع جای تأمل داشت. موضوعی که میشل بیشتر به اون علاقه داشت این بود که آیا سن کودک با توانایی اون در به تعویق انداختن لذتش ارتباطی داره یا نه. این آزمایش تو حیطه روانشناسی رشد بود نه روانشناسی شخصیت و به طور حتم ارتباطی وجود داشت. کودکان بزرگتر به طور میانگین در صبر کردن در مقابل وسوسه ها توانایی بیشتری داشتند. داستان این موضوع چاپ شد. میشل و کودکان به زندگیشون ادامه دادن. آزمایش مارشمالو آزمایشی موفق بود، اما تا حد زیادی به فراموشی سپرده شد. اما آزمایش مارشمالو هنوز به پایان نرسیده بود و حدود 20 سال بعد میشل به طور غیر منتظره‌ای دوباره با اون روبرو شد و نتایج اون دنیای روانشناسی رو دگرگون کرد. شرکت کنندگان توی آزمایش مارشمالوی میشل دخترش به اضافه همکلاسی‌های دخترش بودن که اون زمان همشون 5 ساله بودن. با گذر زمان دخترش و دوستاش بزرگ شدن و برای میشل انکار این حقیقت غیر ممکن بود که افرادی که تو کودکی در به تعویق انداختن لذت‌هاشون هیچ توانایی نداشتن حالا در مدرسه هم با مشکل مواجه شده بودن و نمرات پایین‌تری می‌گرفتن، در حالی که کودکانی که تو به تعویق انداختن لذت‌هاشون عالی عمل کرده بودن تو امتحانات SAT نمرات بالاتر کسب می‌کردن و تو دانشکده‌های معتبر پذیرفته می‌شدن. پس بعد از گذشت 20 سال میشل تصمیم گرفت بار دیگه کودکان رو تحت نظر بگیره تا ببینه به عنوان افرادی بالغ زندگیشون به کجا رسیده. نتایج به دست آمده تکون دهنده بودند و همین موضوع باعث شد اون آزمایش تا به امروز شهرت داشته باشه. توانای کودک در به تعویق انداختن لذتش بیش از هر چیز دیگه‌ای با موفقیت حرفه‌ای و تحصیلی اون در ارتباطه. بیشتر از هوش، بیشتر از درآمد خانواده، تست‌های شخصیت شناسی یا هر چیز دیگه‌ای. روانشناسا تحقیقات مشابهی کردند و متوجه شدند افرادی که در به تعویق انداختن لذت‌های خودشون توانایی بیشتری دارند به طور میانگین از سلامت جسمی بهتر، موفقیت‌های تحصیلی بیشتر و وضعیت مالی باثبات‌تر و به طور کلی از برابری ذهنی بالاتری تو زندگی برخوردارند. اونا تو امتحانات SAT نمرات بهتری کسب میکنن، به مدارس بهتری راه پیدا میکنن، شغلای بهتری پیدا میکنن، روابط پایدارتری دارن و از بیماری‌های روانی کمتری هم رنج میبرن. نزدیک به یک قرن پیشبینی قطعی موفقیت در آینده که توسط روانشناسا انجام میشد زیر سوال رفت. اندازه‌گیری سطح IQ که برای این موضوع ابداع شده بود شکستی کامل بود و ناقص بودن بقیه سنجش‌ها هم اثبات شد. اما مشخص شد اون چیزی که میشل به طور تصادفی به اون دست پیدا کرده پیشبینی قابل اعتماده. تو نسل ما همیشه تأکید بر عزت نفس بوده نه انضباط نفس و به نظر میرسه تاوان همین اشتباه رو داریم پس میدیم. تو جامعه امروزی نیروی اراده فضیلتی به حساب میاد که نیاز به تقویت داره.
امروزه تعداد افراد چاق بیش از هر وقت دیگه‌ای تو تاریخه. میزان توجه داره کاهش پیدا میکنه. خودشیفتگی، اختلالات عصبی و افسردگی بیش از هر زمان دیگه‌ای هستن. انضباط مغز و توانایی ایجاد عادت‌های سالم احتمالاً یکی از با ارزش‌ترین مهارت‌هاست. از میان حجم زیاد آزمون خطاها و تحقیقات بسیار پیچیده در مورد این موضوع، در اینجا هر چیزی رو که راجع به عادت‌های سالم و ماندگار می‌دونم در اختیارتون می‌ذارم. حالشو ببرین. نیروی اراده مثل ماهیچه است. سال 1998 روانشناسی به نام روی بامایستر کشف شگفت‌انگیزی کرد. افرادی که مجبور بودن از نیروی اراده خودشون استفاده و از پاداششون چشم پوشی کنن نسبت به افرادی که در استفاده از اون آزاد بودن در حل معماها و مسائل عملکرد بدتری داشتن، که توی مورد مقاومت در برابر خوردن کلوچه‌ای بود که مقابلشون قرار داده بودن. در ابتدا اون و دیگر روانشناسا گمان کردن این اتفاق به دلیل گرسنگی بیش از حد افراد رخ داده. به همین خاطر اون آزمایش رو بارها و بارها به صورت‌های گوناگون انجام دادن، اما نتیجه یکسان بود. افرادی که مجبور بودن از نیروی اراده استفاده و بر کاری تمرکز کنن، در استفاده از نیروی اراده و متمرکز کردن خود بر کاری دیگر افتضاح عمل می کردن. این یعنی که نیروی اراده ما پایدار نیست و ممکنه تموم بشه. بله، همه ما برای نیروی ارادمون مخزن سوختی داریم، باکی داریم که میتونیم اون رو مصرف کنیم و موقعی که همش رو مصرف کردیم به تسلیم شدن در مقابل هوا و هوس، انگیزه و خواسته های اولیه خودمون تمایل بیشتر و بیشتری پیدا میکنیم. این پدیده رو در روانشناسی تخلیه نفس میگن. به همین دلیله که بعد از یه روز کاری سخت تنها کاری که تمایل دارید انجام بدید اینه که روی مبل دراز بکشید و بستنی بخورید، یا بعد از یه هفته رژیم سخت براحتی میتونید خودتون رو متقاعد کنید که خوردن پیتزای کامل چیز زیادی نیست. بعد از اینکه تمام روز رو مشغول مطالعه برای امتحان بودین، خودتون رو شایسته خوشگذرونی و بیرون رفتن میدونین. این اطلاعات باعث افسردگی مردم میشه، اما باعث میشه بفهمن وقتی نیروی اراده قوی دارن باید اون رو صرف چیزهای مهمتر کنن. اونا متوجه میشن اگه در حال حاضر نیروی اراده شون رو برای خرهم‌مالی‌های روزمره صرف کنن، تلاش برای ساختی شکمی ششتکه یا شروع کاری جدید بیفایده خواهد بود. اما خبر خوب اینه که نیروی اراده مثل ماهیچه است. میشه اون رو با تمرین و ورزش قوی تر کرد. همینطور برعکس ممکنه فراموش، ضعیف یا لاغر بشه. درست مثل رفتن به باشگاه و تقویت قدرت و میزان تحمله. شما میتونید نیروی اراده و انضباط شخصیتون رو در طولانی مدت با تعیین کردن و دستیابی به مبنای مشخص تقویت کنید. شما میتونید با صرف نیروی ارادتون بر مبنای مشخص باکش رو مدام بزرگتر و بزرگتر کنید، و همینطور میتونید سرعت از بین رفتن نیروی اراده رو کاهش بدید. تحقیقات نشون دادن قرار دادن خودتون در موقعیتی مثبت و رقابتی موجب تجدید نیروی اراده میشه، که مثل خوردن مواد گلیکوژن داره، یعنی موادی مثل شکر یا نشاسته. به همین دلیله که انجام کارهای مشقتبار در بزرگسالی مثل انجام تکالیف، نخ دندون کشیدن و غیره با گذر زمان آسان‌تر میشن. شما برای تخلیه نفس آستانه تحمل بالاتری پیدا میکنید. ماهیچه نیروی ارادتون قویتر و بزرگتر شده. همینطور بیشتر به مزخرفات مربوط به سلامتتون اهمیت میدید. بنابراین شاد و هیجان زده اید حتی اگه کارهای مشقتبار انجام بدید. به همین دلیله که بعضیا میتونن 12 یا 16 ساعت در روز کار کنن، در حالی که بعضیای دیگه براشون پر کردن لیوان قهوه هم سخته. این موضوع به این خاطر نیست که اونا ابر انسانن یا از نظر ژنتیکی یا عصبی جهش یافتن. اونا فقط باک خودشون رو برای موقعیتشون بزرگتر و تقویت کردن.
اونا طوری نیروی اراده خودشون رو در طولانی مدت تقویت کردن که 12 ساعت کار در روز براشون به امری عادی تبدیل شده. این شاید بحث برانگیزترین موضوع در تحقیقات مداوم دانشگاهی باشه. اکثر ما این توانایی رو داریم که چند روز قبل از امتحان یا موعد تحویل پروژه بیدار بمونیم. این در حالیه که در هفته های پیش از اون فقط ولگردی کردیم. من خودم همین جوری بودم و یه جورایی از کرده خودم پشیمونم. اما تو نقطه ای از زندگی احتمالاً با موقعیتی مواجه میشید که آرزو میکنید بدون اینکه از توان بیفتید کارهای سخت انجام بدید، یا آرزو میکنید بتونید در صورت لزوم کارهای سخت رو پی در پی انجام بدید. کسب و کار خودتون رو شروع کنید، برای گرفتن ترفیع تلاش کنید، به سرمایه گذاران فروش عمده داشته باشید و برگردیم به موضوع اصلی. نیروی اراده پایدار نیست، اما میتونه تمرین داده بشه و تقویت بشه. انضباط نفس مجموعه ای از عادتهای سالمه. بیاید به مثال رژیم غذایی برگردیم، چرا که احتمالاً اکثر افراد یکی دو بار اون رو انجام دادن و تو شکست خوردن. اکثر مردم به رژیم گرفتن با نوعی ذهنیت منفی نگاه میکنن. اونا به دلخواه عددی رو انتخاب میکنن، برای مثال کم کردن 7 کیلو در 2 ماه. بعد انواع و اقسام پرهیزهای غذایی و گرسنگی ها رو تا حد ممکن به خودشون تحمیل میکنن. اکثر افراد به تمام این مصیبت به دید نیروی اراده نگاه میکنن. من دسر سفارش نمیدم، صبحونه رو حذف میکنم، خودم رو مجبور میکنم 3 بار در هفته هر بار 30 دقیقه پیاده روی کنم، بعدن 7 کیلو کم میکنم و خوشحال خواهم بود. اما حتی اگه تخلیه نفسشون از غرورشون جون سالم به در ببره، در انتها تمام نیروی ارادهشون رو به جای ایجاد عادتی درست در زندگی در راه رسیدن به هدفی اختیاری هدر دادن. چرا همچین اتفاقی میفته؟ در کل افراد شکست میخورن، اونا موفق نمیشن، در نهایت تخلیه نفس اتفاق میفته و خودشونو با خوردن بیسکویت ها، شکلات ها و نوشیدنی های شیرین خفه میکنن. تصمیم گیری بر اساس نیروی اراده برای 1 ساعت، 1 روز یا 1 هفته کار آسونیه، اما در نهایت سوخت تصمیم گیریشون به پایان میرسه و به دنبال هوا و هوس خودشون میرن. 43% از رفتارهای روزانه ما بر اساس عادتهای ما هستن. 90% ورزشکارا گفتن زمان یا مکان مشخصی برای ورزش کردن دارن. 40% اهداف بلند مدت پس از 3 هفته اول دیگه پیگیری نمیشن. زمان مورد نیاز برای شکل گیری عادتها. کمترینش 18 روز. متوسط 66 روز. بیشترینش 254 روز. رایجترین عادتهای خواسته شده. 37% مردم سال 2018 گفتن که عادتهای غذایی سالمتر، ورزش بیشتر و پسنداز بیشتر میخوان. اما حتی افراد معدودی که موفق میشن هم سرنوشت بهتری نخواهند داشت. شمار سرسام‌آوری از افرادی که به اهداف رژیم غذایی خودشون رسیدن، در نهایت نه تنها دوباره به وزن اول خودشون برگشتن، بلکه حتی محض اعتیاد یه چند کیلو چاق‌تر هم شدن. اگه ورزش، مجلات تغذیه و انجمنهای لاغری رو دنبال کرده باشین، هر کس که موفق شده وزنش رو کاهش بده یا عضله اضافه کنه و از اون نگهداری کنه، بهتون میگه که این موضوع به نیروی اراده ربطی نداره، بلکه مربوط به گنجوندن عادتهای خوب تو زندگی روزمرتون. موضوع بر سر داشتن نیروی اراده برای نخوردن غذای مشخص نیست، بلکه مهم ایجاد علاقه به غذاهایی مفیده. موضوع سر اجبار خودتون به هر هفته باشگاه رفتن نیست، بلکه موضوع پیدا کردن راهی برای لذت بردن از باشگاه رفتنه. با این موضوع خیلی همزاد پنداری میکنم، چون حدود 14 تا 16 کیلو در طول 1 سال بین سالهای 2009 تا 2010 از وزنم کم کردم. چیزی که در نهایت برای من و اکثر افراد کارساز بود، عمل کردن به رژیم غذایی خاصی نبود، بلکه ایجاد مجموعه ای از عادتهای سالم در زندگی بود.
نیروی اراده شما برای ایجاد تغییرات ساده‌ای در زندگیتون صرف میشه که قابل تحملن، نه تغییرات شدیدی که هیچ امیدی به ادامه اونها طی چند روز یا چند سال ندارید. اکثر افراد نیروی اراده‌شون رو برای دستیابی به تغییرات کوتاه مدت هدر میدن، در حالی که نیروی اراده باید صرف بنیانگذاری عادت‌های طولانی مدت بشه. ببین چند بار تکرار کردم. به این موضوع فکر کنید. افرادی که هر روز صبح بیدار میشن، تختشون رو مرتب میکنن، تمام کاراشون رو تا ظهر انجام میدن، بعد از ظهر یه سازی میزنن، در وقت اضافه شون یه زبان جدید یاد میگیرن، یه شب در میون به باشگاه میرن، منابع مالیشون رو به خوبی بودجه بندی میکنن، به مادرشون زنگ میزنن، به سگشون غذا میدن و کودکان رو از ساختمان در حال سوختن نجات میدن. آیا فکر میکنید این افراد هر روز برخلاف میل باطنیشون خودشون رو مجبور میکنن درباره تمام کارهای روزمرهشون تصمیم بگیرن؟ مسلماً نه. در این صورت اونا در کمترین زمان ممکن مخزن سوخت نیروی ارادهشون رو تخلیه میکردن و حتی اگه در طولانی مدت نیروی ارادهشون رو تقویت کرده باشن هم ظرف چند روز اون رو به اتمام میرسوندن. به همین دلیله که تحقیقات نشون دادن افرادی که چند هدف رو در یک زمان دنبال میکنن به هیچ کدوم از اونا دست پیدا نمیکنن. اونا قبل از اینکه کاری رو به عادت تبدیل کنن نیروی اراده خودشون رو تموم میکنن. راه حل اینه که در آن واحد فقط روی یک هدف تمرکز کنید و به مرور و آهسته و پیوسته اون هدف رو تبدیل به عادت کنید. این موضوع جذاب یا هیجان انگیز نیست. شاید به همین دلیله که خیلی از افراد از انجامش وا میمونن. ما کم تحملیم. قبول کنید دیگه، ما بی نظمیم. اما راه بهتری وجود داره. چگونگی عمل کرده عادتها. عادتها زمانی شکل میگیرن که در ارتباط با رفتاری پرتکرار یا محرکی پایدار قرار بگیرید. این بخش آخرش خیلی اهمیت داره. عادتها واکنش‌های خودکار به نشانه‌های محیطی آشنا هستن. میتونید با ایجاد واکنش‌های اثر عادت نسبت به نشانه‌های آشنا، موقعیت‌ها و حتی برخورد با افراد مشخص در محیط‌های مشخص انرژی ذهنی خودتون رو ذخیره کنید. چارلز دوهینگ تو کتابش به نام قدرت عادت خلاصه تحقیقات مفصلی در مورد چگونگی شکلگیری عادتها، ادامه حیات اونها و چگونگی از بین بردنشون رو نوشته. تحقیقات مفصلی نشون دادن عادتها از سه بخش اصلی تشکیل شدن: نشانه های محیطی، واکنش های رفتاری و پاداش یا حذف محرک ناخوشایند. نشانه، رفتار، پاداش. نشانه، رفتار، پاداش. برای مثال اگه شما سیگاری باشین، اشتیاقتون با نشانه‌ای برانگیخته میشه که همسو با سیگار کشیدن شماست. برای مثال خوردن وعده غذایی کامل، نوشیدن یا دیدن کسی که تو تلویزیون داره سیگار میکشه. این نشانه خواست شما برای اینکه از سر عادت رفتاری رو انجام بدید برانگیخته میکنه. بعد سیگاری میکشید و ذهنتون به شما پاداش میده. خب احساس آرامش بیشتر میکنید که وجود نیکوتین بی تأثیر نیست. سه بخش ایجاد عادت. پس دیدیم که فرایند ایجاد عادت، چه عادت خوب و چه عادت بد، به سه بخش تقسیم میشه. نشانه که آغازگر عادته، جرقه اولیه رو میزنه، رفتار که تجلی اون عادته و پاداش که باعث تقویت اون عادت میشه. حالا این ستا رو بررسی میکنیم. اولی نشانه. عادت ها زمانی شکل میگیرن که رفتاری پرتکرار با حضور نشانهی محیطی انجام بشه. به منظور ایجاد عادت های سالم باید تو محیط روزمرتون نشانه های محیطی ایجاد کنید و از نشانه هایی که در حال حاضر تو زندگی روزمرتون قرار دارن استفاده کنید. دومی رفتار. در ابتدا رفتارهای مد نظر که از سر عادت انجام میدید به صورت خودآگاه انجام میشن، اما با گذر زمان به یک امر خودکار تبدیل میشن. بنابراین ابتدا باید بر ایجاد محیطی برای آسانتر کردن انجام رفتار مد نظر تمرکز کنیم. سومی پاداش. پاداش باعث تقویت رفتارهایی میشه که از سر عادت انجام میشن و احتمال ماندگاریشون رو افزایش میده.
قرار دادن پاداشی عمدی تو زندگی روزمره بخشی از بنیانگذاری محیطیه که به ایجاد عادتهای سالم منجر میشه. محققان عادت پی بردن برای ایجاد عادتی جدید یا ترک عادتی قدیمی نباید بر رفتار تمرکز کنیم، بلکه باید بر قسمت اول یعنی بر نشانه ها متمرکز بشیم. ما زمان زیادی رو صرف ایجاد یا حذف رفتارها می کنیم، در حالی که باید این نیروی اراده رو وقف ایجاد یا شناخت آگاهانه نشانه های محیطی کنیم که عادتها رو برانگیخته می کنن. برای مثال فرض کنید می خواهید به طور منظم ورزش کنید. به جای تمرکز بر ایجاد عادت ورزش کردن، باید بر ایجاد عادتی روزمره برای شروع ورزش تمرکز کنید. دقت کنید، بر ایجاد عادتی روزمره برای شروع ورزش. شاید به نظر بیاد در ظاهر فرق چندانی ندارن، اما خیلی مهم و تاثیرگذاره. راه ساده انجام دادن این کار اینه که نشونه ای رو قرار بدید که در حال حاضر تو زندگی روزمرتون اتفاق میفته. مثلا برگشتن به خونه از محل کار. اینو بذارید نشانه. تو مرحله اولیه‌ای که عادت ورزش کردنتون رو پایه‌گذاری می‌کنید، خودتون رو موظف کنید به محض رسیدن به خونه برید اتاقتون، لباس‌های ورزشیتون رو بپوشید، بعد بطری آبتون رو پر کنید و مستقیماً به باشگاه برید، یا برای دویدن برید بیرون یا هر چیز دیگه. شما به طور منظم سعی می‌کنید عادتی ایجاد کنید تا خودتون رو در موقعیتی برای ورزش کردن قرار بدید، کاری که به ورزش کردن منظمتون منجر میشه. بعد از یه مدت متوجه میشید وقتی از سر کار به خونتون برمیگردید، یعنی نشانه محیطی همون انگیزشه، برای رفتن به اتاقتون پوشیدن لباس ورزشی و رفتن به باشگاه به تلاش کمتری نیاز دارید، یعنی واکنش از سر عادت شده. حتی بعد از یه مدت به ورزش علاقه‌مند میشید و شاید احساس کنید زندگیتون بدون ورزش بی‌معناست. این است قدرت عادت. حالا پاداش. پاداش جزئی از این معادله عادت محور میشه که بعد از انجام موفقیت آمیز عادتتون موجب تقویت اونم میشه. حالا با توجه به مثال ورزش کردن، ممکنه ورزش کنید و به خودتون به عنوان پاداش یه وعده غذایی سالم بدید، یا شاید برای استراحت بعد از ورزشتون برنامه ریزی کنید، مثلا به تماشای برنامه تلویزیونی مورد علاقتون بشینید. بعضیا پاداششون رو از خود ورزش میگیرن، مثلا نشاط بعد از ورزش که به عنوان تقویت کننده قدرتمند برای عادتشون عمل میکنه. خلاصه هر کاری میکنید اطمینان حاصل کنید به عادت روزمره خودتون یه پاداش سالم بدید. برای ایجاد عادتی جدید چه مدت زمان نیاز است؟ برخلاف تصورات مرسوم، برای تعداد روزهای شکلگیری عادتی جدید واقعا عددی جادویی وجود نداره. تحقیقات نشون دادن مغز ما رفتارهای پرتکرار رو جمع نمی کنه تا بعد از رسیدن به عددی مشخص یهو اون رفتارها رو به عادتی خودکار تبدیل کنه. به جاش روندی تدریجی که مرز مشخصی نداره رو برای تبدیل شدن به عادت دنبال می کنه. در ابتدا انجام رفتاری به صورت آگاهانه در زمینه‌ای مشخص و به صورت منظم موجب ناخودآگاه تر شدن اون رفتار میشه، یعنی رفتاری از سر عادت. این موضوع مهمه. از اونجایی که ماهیت رفتار خودکار نیست، بنابراین با تمرین میشه اون رو به عادت تبدیل کرد. همینطور تحقیقات نشون دادن بعد از اینکه یه رفتار به عادت تبدیل شد، دیگه رفتار ما بر اساس اهداف و انگیزه های درونی هدایت نمیشن. بازم میگم، عادت ها فقط واکنشی خودکار به نشانه های محیطی هن. اما این نکته خیلی مهمه. با هدفی که در سرمون داریم میتونیم آگاهانه از نیروی ارادمون برای تغییر محیط اطرافمون استفاده کنیم و واکنش های دلخواهمون به نشانه های محیطی رو انتخاب کنیم. تکرار نمی کنم، ولی اگه دوست داشتین بزنید عقب دوباره گوش بدید. با این روش میتونیم از محیط اطراف روزانمون استفاده کنیم تا با ایجاد رفتارهایی از سر عادت به اهدافمون برسیم. چگونه عادتی را ماندگار کنیم؟
اکثر آدم ها با نیت خیر و اراده قوی برای ایجاد عادت های سالم شروع می کنن، اما به روش قدیمی و بد خودشون پیش می رن. تحقیقات برای ایجاد و نگهداری سبک زندگی بر اساس عادت های سالم چندین عامل رو مشخص کردن. یکی از این عوامل خیلی ساده است: آگاهی از مقدمات چگونگی شکلگیری عادت‌ها و چگونگی کارکرد اونها به طرز چشمگیری احتمال ایجاد و نگهداری عادت‌های سالم رو افزایش میده یا حتی خلاص شدن از شر چند تا عادت بد. بنابراین با آموزش خودتون و با خوندن مطالب اینچنینی برای ایجاد عادت‌های سالم در زندگیتون راهی باز می‌کنید. پس الان در مسیر درستی قرار گرفتید. عامل بزرگ دیگه چگونگی درک شما از عادتیه که میخواید ایجاد کنید. اگه عادتی براتون غیر ممکن به نظر برسه، خب پس همینطورم خواهد بود. اگه آسون به نظر برسه، پس ساده خواهد بود. به نظر احمقانه میرسه، اما این موضوع پیامدهای جدی داره. برای مثال اگه بخواید وزنتون رو کاهش بدید و این کار رو با روزی 60 دقیقه ورزش در 6 روز در هفته انجام بدید، به نظر امری عظیم و هولناکه و به این دلیل که کاری عظیم و هولناکه به احتمال زیاد نمیتونید انجامش بدید. در حالی که اگه تصمیم بگیرید وزنتون رو با هر شب 20 دقیقه پیاده روی بعد از شام کاهش بدید، و نکته اینجاست که شام الان اینجا نشانه شماست، اینجوری امری دستیافتنی خواهد بود و خب همینطور هم هست. نکته جالب اینجاست که وقتی خودتون رو با حالت آسان عادت‌های دلخواهتون وفق میدید، همیشه میتونید درجه سختی رو آروم آروم افزایش بدید. برای مثال اگه یه ماه هر شب بعد از شام 20 دقیقه پیاده روی کنید، پس این جمله خیلی بد به نظر نمیاد که هی چطور 40 دقیقه پیاده روی کنم. بعد از اون شاید بتونید کمی دویدن هم بهش اضافه کنید. بعد میتونید ورزش‌های پلایومتریک یا ورزش‌های سوئدی هم بهش اضافه کنید و یهو به خودتون میایید میبینید 6 روز در هفته روزی 90 دقیقه دارید ورزش میکنید. راز موفقیت از کم شروع کردنه. آغازی سبک داشته باشید. تأکید میکنم آغازی سبک داشته باشید. اگه از خودباوری و اعتماد به نفس پایین رنج میبرید، از جایی که هستید شروع کنید. انتظار جهش کوانتومی نداشته باشید، حداقل نه در ابتدای کار. کسی رو میشناسم که طی 2 سال وزن خیلی زیادی کم کرد. وقتی وزنشو کم کرده بود تو 2 ماراتن شرکت کرد. میدونید چطوری شروع کرد؟ با روزی 4 دقیقه دوچرخه سواری. 4 دقیقه. این تمام کاری بود که اون موقع دستش بر می اومد. اما هر روز اونو انجام میداد و هر چقدر وزنش کمتر میشد، اعتماد به نفسش بالاتر میرفت، انگیزش بیشتر میشد. وقتی فهمید میتونه چند دقیقه دوچرخه سواری کنه، فهمید میتونه چند دقیقه بیشتر هم این کارو انجام بده. بعد فهمید میتونه کمی بدوه. بعد باور کرد میتونه با کسی مسابقه 2 بده. بنابراین هدفی رو برای خودش تعیین کرد که تو مسابقه ماراتون شرکت کنه و همین کارم کرد. اون نگفت باشه من خیلی چاقم پس باید توی مسابقه ماراتون شرکت کنم. اون از جایی که بود شروع کرد. روزی 4 دقیقه دوچرخه سواری روی دوچرخه ثابت تو زیرزمین خونش. برای افزایش احتمال ماندگاری عادت، استراتژی دیگه هم وجود داره و اون اینه که نقشه‌ای برای مواقع دشوار داشته باشید. مواقعی که مطمئناً باهاشون مواجه خواهید شد. برای مثال فرض کنید به این نتیجه رسیدید که عادت غذایی افتضاحی دارید و میخواید خوراکی‌های سالم‌تری بخورید. آفرین به شما. حالا اگه مثل اکثر افراد از جمله خودم باشید، میدونید نمیشه به طور مرتب غذای سالم خورد. تا اینجا به چرایی این موضوع اشاره کوچیکی کردیم. وقتی نیروی ارادتون تخلیه میشه، خیلی راحت تسلیم هوای نفس خودتون میشید. بنابراین از قبل میدونید که قرار با وسوسه ها مواجه بشید و به احتمال زیاد دیر یا زود تسلیمشونم میشید. حالا با طرح نقشه ای از قبل برای مقابله با این وسوسه ها، احتمال مقاومت در برابر اونها رو میشه تا حد زیادی افزایش بدید. توی مورد پیشنهاد میکنم برای خودتون روز تقلب بذارید که توی اون 1-2 وعده مثل گاو غذاهای ناسالم بخورید.
تو روزای غیر از روز تقلب اگه با غذای ناسالم وسوسه شدید به خودتون یادآوری کنید مثلا دو روز دیگه روز تقلبه، اون موقع دلی از عزا در میارم، و با این پرهیزگاری به خودتون افتخار میکنید و حالا کمی به خودتون انضباط یاد دادید. این استراتژی یک یا دو مزیت داره. با این کار علاوه بر ایجاد عادت غذایی سالم، نیروی ارادتون هم تجدید قوا میکنه به کمک روز تقلب، و در طول مسیر خیلی راحت تر میتونید با وسوسه ها مقابله کنید چون واسش از قبل نقشه دارید. شاید نیاز باشه در حالی که واکنش هاتون به موانع و وسوسه های مختلف رو میشناسید، استراتژی هاتون رو هم تغییر بدید. هدف اینه که مشکلات احتمالی رو پیش بینی و برای مقابله با اونها از قبل برنامه ریزی کنید. شما خودتون رو بهتر از هر کس دیگه میشناسید، پس صادق باشید، توقعات واقعی داشته باشید و راهی پیدا کنید که برای شما کارساز باشه. چند تا مورد دیگه که باید به خاطر داشته باشید. با اینکه ثبات راز موفقیته، تحقیقات نشون دادن از دست دادن یک یا چند موقعیت برای تمرین عادت مد نظر شانستون رو برای ایجاد اون عادت از بین نمیبره. به خاطر از دست دادن یه جلسه تمرین ورزش یا یه شب خوردن پیتزا و بستنی خودتون رو سرزنش نکنید. اون رو به عنوان بخشی از فرایند در نظر بگیرید و در اولین فرصت به عادت خودتون برگردید. افراد عادتها رو در سطحی مشابه ایجاد و اخذ نمی کنن. هر کسی با بقیه متفاوته. محصولات و تبلیغات بسیاری وجود دارن که به شما رسیدن به هدفتون در زمانی مشخص رو وعده میدن. 60 روز برای شکمی 6 تکه، در عرض 2 هفته 7 برابر سریعتر بخوانید، تا 6 ماه دیگر بازنشست شوید. همه اینا مزخرفن. برای خودتون هدفی رو تعیین کنید و از محدودیت ها و ضعف های خودتون آگاه باشید. بعد به شیوه خودتون سعی کنید ضعفاتون رو از بین ببرید. و حرف آخر در مورد نیروی اراده. نویسنده‌ای به نام جاناتان فرانزن گفته هیچ چیز خوبی نمیتواند در لپتاپی نوشته شود که به اینترنت متصل باشد. هدف شما نباید محصول نهایی باشه، بلکه باید ایجاد شرایطی باشه که محصول نهایی رو حتمی کنه. به جای اینکه هدفتون رو 3 ساعت کار کردن تو هر شب تعیین کنید، نیروی ارادتون رو روی عادتهایی صرف کنید که انجام اون 3 ساعت کار رو حتمی میکنن، مثلا با حذف انحرافات و متصل نبودن به اینترنت. رفتارهای جدید فقط به نیروی اراده نیاز دارن تا در ما نهادینه بشن، تا دیگه برای انجام اونا به فکر نیازی نباشه. به جای اینکه از خودتون بپرسید میخواید به چه هدفی برسید، یک قدم فراتر برید و از خودتون بپرسید چه عادتهایی رو باید ایجاد کنید تا هدفتون قابل دستیابی بشه، و بعد نیروی ارادتون رو برای ایجاد اون عادتها مصرف کنید. دوستان خوبم، در کانال و پادکست خوانش کتاب برای انسان خردمند، فرهاد ارکانی هستم و شما شنونده یکی از فصل‌های کتاب شاد بودن کافی نیست نوشته مارک منسن بودید. البته این توضیح رو خدمتون بگم که مارک منسن کتابی به این نام نداره. این کتاب در واقع مجموعه ای از جستارها یا همون مقاله ها و نوشتارهای مارک منسن در وبسایتش هست که با موضوعات مختلف جمع‌آوری شده و من چند تاشو براتون انتخاب کردم و این اولیش بود. در مورد عادت، ایجاد عادت‌های خوب، ترک عادت‌های بد. نکاتی داشت که خب برای کسانی که در این زمینه زیاد مطالعه کرده باشن شاید خیلی هم جدید نبود، اما مطمئنم برای خیلی ها هم نکات تازه‌ای داشت. برای خود من یکی از نکته‌های کلیدی اون قضیه روز تقلب بود که احساس می‌کنم خیلی به درد بخوره. یعنی یه جایی که شما با وسوسه‌ها برای انجام ندادن اون کاری که تصمیم گرفتید انجامش بدید روبرو میشید، مثلا حالا مثالی که زده بود خوردن غذاهای ناسالم، این وسوسه‌ها ناگزیرن. پس چه باید کرد؟ شما یک زمانی رو تعیین می‌کنید و به عشق اون زمان در واقع خودتون رو کنترل می‌کنید.
و نکته دیگه که البته میگم جدید نبود اما خب تکرارش هم خالی از لطف نبود، اونم این که ظرف اراده ما محدوده. اون آزمایش جالبی که مثال زد، وقتی شما مدام در روز به خاطر ساده ترین چیزها ارادتون رو مصرف میکنید، یه جایی این اراده تموم میشه و بعد ممکنه در برابر هدف مهمی که دارید نتونید در مقابل وسوسه مقاومت کنید و ارادتون از هم بپاشه، جایی که نباید این اتفاق بیفته. بنابراین باز هم مثل کتاب قبلی مارک منسون داره تاکید میکنه که مراقب باشید ترهاتون رو کجا خورد میکنید. مراقب قانون 20-80 باشید. قانون 20-80 چیه؟ حالا تو همین کتابم هم تو یکی از فصلهای دیگه بهش اشاره میکنه، همینجا براتون یه یادآوری بکنم. قانون 20-80 تو خیلی از جاها صادقه. فکر میکنم اول از اقتصاد شروع شد اما بعد دیدن توی ابعاد دیگه زندگی هم صادقه. اونم اینه که 20% از فعالیت‌های شما 80% نتیجه رو به بار میاره و طبعاً 80% از فعالیت‌های شما فقط 20% نتیجه بخشه. این رو باید دقت بکنیم و در تمام زندگی تلاش بکنیم اون 20% رو پیدا بکنیم که 80% نتیجه رو برامون داره. دوستان خوبم، شاد و پیروز و تندرست باشید.